خیلی اسرائیل رو متهم میکنن به نسل کشی در طرف دیگه جنرال های اسرائیلی میگن که کاری که اونها میکنن شبیه نازی زداییه شما در زمینه نسل کشی و همینطور در زمینه رفتار نازی ها مطالعه کردید چی فکر میکنید؟ نظر من این هست اینطور که اسرائیل الان داره این جنگش رو انجام میده به کارگیری خشونت بسیار زیاد علیه غیر نظامیان هست که میشه به چشم جنایت های جنگی ببینه استفاده غیر متناسب از خشونت اظهار نظرهای ما از طرف رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل شنیدیم که رنگ و بوی نصف کشی میداد از بین بردن غزه تبدیل کردن غزه به تلی از خاکستر و از این حرف ها این رو می بینم که تعداد بسیار زیادی از جمعیت غزه رو از شمال غزه به جنوب غزه کوچ داده که این نهایتا میتونه به مسابه پاکسازی قومی تلقی بشه و حتی منتعی بشه به بحث نصف کشی برای همین من فکر میکنم خشونت بسیار زیادی داره اتفاق میافته و این هم میتونه در نهایت منتهی بشه به نصب کشی اسرائیل میگه که حماس از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و اینها چاره ای ندارند اگر غیر نظامی ها کشته میشند، به خاطر اینه که حماس اونها رو در برابر تیر و در برابر برابر بمب های ارتش اسرائیل قرار میده بر اساس موازین حقوق بین حتی اگر دشمن شما در یک بیمارستان پنهان شده در داخل جمعیت های بزرگ غیر نظامی شما مسئولیت دارید که حفاظت بکنید در جان غیر نظامیان تا اونجایی که براتون مقدور هست و من فکر میکنم که قانونی در زمینه واکنش متناسب در حقوق بین وجود داره و معنیش این هستش که شما نمیتونین وجود غیر نظامیان رو در اهداف نظامی خودتون نادیده بگیرید شما باید این مسئله رو لحاظ بکنید که غیر نظامی ها در هر اهداف نظامی وجود دارن از نظر من اگر ما درست باشه این رقم دوازده هزار غیر نظامی کشته شده در قضه و خب این غیر متناسب هست با اون اهداف نظامی که اسرائیل میخواد به دست بیاره این احتمال وجود داره که رهبران نظامی اسرائیل و حتی رهبران سیاسی اسرائیل میتونن متهم به جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت متهم بشه و در زمین پرونده علیه اونها به جریان بیفته